درود میفرستم به همه شما هممیهنان گرامی. من یک لحظه مکسی داشتم به دلیل یک سری از مسائل فنی. درودی مجدد به همه شما گرامی یاران، گرامی هممیهنان در سرتاسر این عرصه پهناور. با توجه به اینکه برنامه نخست ما ازش بسیار بسیار استقبال شد و اینکه پرسش های زیادی مطرح کردید، هم در واقع زیر به صورت کامنت زیر ویدیوی در واقع پخش مستقیم نخست و هم در پیام های در واقع خصوصی به صورت مستقیم غیر مستقیم پرسش هایی عنوان کردید که در واقع بسیار قابل تقدیر بود، درست بود و همین که از ما خواسته بودید که در واقع اون اندیشه‌ای که ما از فرهنگ ایران شهری داریم در جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی و دنبال می‌کنیم چه هست. خب این مشخصاً یک در واقع اهمیت قابل توجهی وجود داره روی این مبحث، خصوصا در واقع در این جامعه امروزی. درود بر شما جام جلو و مشخصا ما باید در این راستا به یک محور مشترک، نتیجه مشخص در جامعه برسیم، بین اعضای تمام جامعه. پوزش میخوام که زمانی که صحبت از فرهنگ ایران شهری میکنیم منظور چه هست، برای اینکه امروز روز مباحث زیادی از فرهنگ ایران شهری بیان میشه، عنوان میشه و خب یک سری مسائلی که عنوان میشه میتونیم بگیم که خب درست هستش، نه اینکه نادرست باشه، درست هست. اما ترویج این فرهنگ کلن به خاطر چی هست؟ ما زمانی که صحبت از فرهنگ ایران شهری میکنیم مشخصا بر مبنای تاریخمون، بر مبنای مستندهایی که وجود داره از لحاظ باستانشناسی، از لحاظ تاریخی، به یک سری نکات مثبت شایان توجهی برمیخوریم که مشخصا این نکات، این در واقع حرکت‌های تاریخی در زمان خودش بسیار ارزشمند بوده و تحولات ژرفی رو در جامعه اون زمان، چه در ایران، در ایران آن زمان و چه خارج از حوزه همون فرهنگ ایران شهری آن زمان به جای گذاشته. در این هیچ شکی نداریم و بسیاری از مسائل روشن هست. اما زمانی که ما صحبت از فرهنگ ایران شهری میکنیم چه نکاتی رو مد نظر داریم؟ چه انتظاری از فرهنگ ایران شهری داریم؟ چیکار میخوایم بکنیم با این فرهنگ ایران شهری؟ چگونه میخوایم این فرهنگ ایران شهری رو
در جامعه امروز بین مردمان ایران زمین، ملت بزرگ ایران، فراگیرش بکنیم، جا بندازیم به گونه ای که آنها بتوانند از این فرهنگ، از این الگوی فرهنگی استفاده بکنن در زندگی روزمره شون، که شرایطی در جامعه به وجود بیاد وقتی که ما یک الگوی مثبت، یک الگوی ارزنده رو به جامعه ارائه میدیم، مشخصا یک جامعه، خصوصا جامعه ایرانی، ملت بزرگ ایران، این ژن هوشمندی رو داره که از این الگوی مناسب بهترین استفاده و بهره بری رو بکنه و ببره. اما این رو چگونه باید به جامعه معرفی کرد که بهترین پاسخ و بهترین دریافت رو در جامعه ایرانی امروز داشته باشه؟ این در واقع نکته بسیار حساسی هستش که ما در جنبش رنسانس ایرانی بهش توجه داریم و تمام تلاشمون رو میکنیم که این فرهنگ به صورت شایسته و ارزشمند در اختیار جامعه ایرانی قرار بگیره. خب زمانی که ما بخوایم این کارو بکنیم، اگر کسی، هر شخصی به راستی دوست داره که اشاعه فرهنگ ایران شهری رو انجام بده و این فرهنگ رو در جامعه جا بندازه، نمیتونه این فرهنگ رو همان گونه که در اعصار گذشته بوده، در هزارهای گذشته بوده، بیاد در قرن 21 هم به همون گونه این رو بیان بکنه و درخواست بکنه که جامعه اون رو عمل بکنه. ممکنه که همونجور که در اون ابتدای سخنم به شما عنوان کردم، گفتم که در اون زمان، مشخصا در هزارهای گذشته، این فرهنگ پاسخگو بوده، بسیار شایسته، باعث این شده که یک اشاعه هم حکمرانی، هم مهربانی، هم فرهنگی در یک وسعت بزرگ جغرافیایی داشته باشه. در این تردیدی نیست. اما این برای زمان خودش بوده، برای همون هزاره بوده. امروز با توجه به مسائل و شرایط امروزی، با توجه به پیشرفت دانش امروز و با توجه به اینکه در قرن 21 انسان امروزی نظریه ها و دیدگاه های دیگری نسبت به فرهنگ، به فرهنگ سنتی و باستانی خودش میتونه داشته باشه و نسبت به روند امروز و نگاه امروز و نوع اندیشه امروز انسان امروزی، چگونه ما میتوانیم از این فرهنگ ایران شهری بهترین استفاده رو ببریم که هم یک الگوی ایرانی داشته باشیم از نظر فرهنگی، از جنس ایرانی، و همین که جامعه امروز پذیرای اون باشه. جامعه‌ای که به هر حال در این قرن با توجه به پیشرفت دانش، با توجه به پیشرفت آگاهی، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و و و و نوع نگاهش و نوع زندگیش بسیار متفاوت هستش. ما چی کار باید بکنیم با این فرهنگ؟ این فرهنگ ایران شهری کلن چیست و امروز چه کاربرد اینا میتونه داشته باشه؟ این در واقع بحث امروز هستش که من امیدوار هستم از اون لذت ببرید، استفاده کنید و همچنین اشاعش بدید در جامعه.
زمانی که جنبش رنسانس ایرانی، فرزندان فردوسی، صحبت از فرهنگ ایران شهری میکنه، در ویدیوی قبلی هم براتون در واقع عنوان کردم، اومده الگوهای مناسب این فرهنگو از نظر اخلاقی، از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی بیرون آورده و این الگوها رو همان گونه که بوده عنوان میکنه، اما برای اینکه جامعه امروز با اندیشه انسان امروزی و با دانش و استانداردهای امروز پذیرای اون باشه، اومده اونو متحول کرده. یعنی چی؟ یعنی این که زمانی که ما صحبت از زرتشت بزرگ میکنیم در جنبش رنسانس ایرانی، به دلیل اینکه همونگونی که در ویدیوهای قبل برای شما عنوان کردم، سپایه در واقع فرهنگ ایران شهری زرتشت بزرگ هست، کوروش بزرگ هست و فردوسی بزرگ، و دلیلش رو براتون عنوان کردم، مشخصا خود شما هم میدونید. حالا زمانی که ما صحبت از زرتشت بزرگ میکنیم به عنوان یک آموزگار ایرانی و یا به عنوان یک پیامبر ایرانی که در واقع پیام‌آور مهر و دوستی بوده، میایم این اندیشه رو که بر پایه همون سپندان نیک هستش، پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک، بیرون میکشیم، اونو در جامعه به عنوان یک الگوی اخلاقی ترویج میکنیم، اما کاری با متافیزیک زرتشت نداریم. ببینید این نکته مهم قضیه هستش. ما که نمیخوایم در واقع یک جامعه، با توجه به تحولات امروزی میدونیم که دین، کلن دین، دینداری چه عواقبی رو میتونه در یک جامعه به وجود بیاره، خصوصا زمانی که بخواد در واقع در سیاست دخیل بشه یا حتی در کنار سیاست باشه. امروز دانش روز اجتماعی و بشر امروز این تجربه رو کسب کرده بعد از هزارها. بنابراین زمانی که ما صحبت از زرتشت بزرگ میکنیم، بدین معنا نیست که بخوایم ترویج دین زرتشت بزرگ کرده باشیم. ببینید این نکته بسیار مهم، حساس و کلیدی این یکی از این مسائل فرهنگ ایران شهری هست. بنابراین میایم اون اخلاق در واقع زرتشت بزرگو که یکی از پایه های فرهنگ ایران شهری هم هست و همچنین جدا ناشدنی از فرهنگ ایران شهری، میایم در جامعه ترویج میکنیم، اما کاری با در واقع متافیزیکی که در مباحث زرتشت بزرگ وجود داره نداریم، به دلیل اینکه دانش امروز به گونه دیگه با این متافیزیک در واقع برخورد کرده، به چالش کشیده و یا روش بحث و گفتگو کرده و نیازی هم بهش نداریم. اگر کسی نیاز داره به این در واقع متافیزیک، سپاسگزارم جناب پارسی، به این متافیزیک، به این حالت روحی برای آرامش خودش، آرامش درونی خودش، خب میتونه بره اونو بیاموزه. مشخصا موبدانی هستن که میتونن اینو به جامعه بیاموزن، اما ما در جنبش رنسانس ایرانی هیچ کاری با اون مسئله نداریم، به دلیل اینکه میدونیم اکثریت جامعه به اون آگاهی و اندیشه رسیده و تجربه هاشو ما در هزارها داشتیم، هم در ایران عزیز خودمون و هم در جهان، که زمانی که دین در کنار حکومت، حتی در کنار حکومت هم قرار بگیره، مشکل ساز خواهد شد. بنابراین اگر یک زمانی
موبد بزرگی یا شهریار بزرگ و نیکنامی برگشته گفته که در واقع دین به صورت یک بال، در واقع دین و حکومت بالهای یک پرنده یک کشور هستن که میتونن اون رو به پیش ببرن، شاید در اون زمان خب درست بوده، شاید در اون زمان کارساز بوده، اما ما چون صحبت فرهنگ ایران شهری رو میکنیم که خب نباید این کار رو بکنیم، و در این که تجربه انسانی ما اینو به ما نشون داده، پیشرفت رشد و تکامل، تکامل انسانی از نظر اون باورهای اجتماعی، روانی، انسانی بسیار متفاوت است تا انسان 3000 سال پیش، 4000 سال پیش. یک زمانی دین در جامعه یک رکن اساسی رو بازی می‌کرده، رکن اصلی رو بازی می‌کرده، شاید برای پیوند در واقع اعضای اون جامعه و شاید برای کنترل اون جامعه، شاید قوه قضایی قضاییه‌ای نبوده با یک سری قوانین پیشرفته اجتماعی، خب میومدن از قوانین دینی شاید استفاده میکردن، شاید که نمطمئنن، اما امروز ما نیازی به اون نداریم. بشر امروز بر مبنای دانش، بر مبنای آگاهی میاد اون رابطه های اجتماعیشو مشخص میکنه. ببینید نکته اساسی اینجاست. بنابراین ما بله درست میفرمایید جناب پیشوا، بنابراین ما در جنبش رنسانس ایرانی کاری که داریم انجام میدیم، اگر ما دلمون میخواد یک نوزایی رو انجام بدیم، یک نوآوری رو انجام بدیم در اندیشه، در کردار و در گفتار، که خب نمیتونیم همون سیستم رو کپی بکنیم و در قرن 21 اجرا بکنیم. این بزرگترین اشتباهیه که یک شخص میتونه انجام بده. بنابراین نام من رضا مهربانی هست. من در ویدیو قبلی خودم رو معرفی کردم، سردبیر در واقع کارگروه های جنبش رنسانس ایرانی هستم. بنابراین کاری که ما در جنبش انجام میدیم که یک وظیفه بسیار بسیار مهم و بار سنگینی هم هست، با خودمون به این واقف هستیم، این هستش که این اندیشه فرهنگ ایران شهری رو به روز در بیاریم که جامعه پذیرای اون باشه. اگر ما صحبت از پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک میکنیم، این رو باید در زندگی روزمرمونم نشون بدیم، نه اینکه بیایم به گونه دیگه بیندیشیم و پس از آن به گونه دیگه رفتار بکنیم و پس از آن به گونه دیگه سخن بگوییم. این تضادها هست که شما میتونید متوجه بشید که اگر کسی صحبت از فرهنگ ایران شهری و آیین مهر میکنه، آیا به راستی این سپندان نیک رو در وجود خودش داره یا نداره؟ همینطوری هم که میدونیم این سپندان نیک امروز در حتی این جوامع بشری مدرن هم یکی از پایه‌های اصلی انسانیته. بنابراین این صحبت و این گفتار زرتشت بزرگ که جاودانه هست، ما میایم ازش استفاده میکنیم و چیز بدی هم نیست. اما جامعه ما امروز عده‌ای هستن که به یک آفریننده اعتقاد ندارن. دانش جهانی و دانش روز هم به جایی رسیده که یک سری مسائل رو در زمینه این باورها رد میکنه، به چالش کشیده.
بنابراین ما کاری نداریم که اگر زرتشت بزرگ در 4000 سال پیش صحبت از یک آفریدگار کرده، خب بسیار نیکو، اما ما امروز نمیایم رو اون تبلیغ بکنیم. میتونیم اندیشش رو عنوان کنیم اما نمیتونیم پافشاری بکنیم. این اشتباهی هست که عده‌ای از اشخاصی که دارای اندیشم هستن و سخن از فرهنگ ایران شهری میکنن دارن انجام میدن، و به جای اینکه با مهربانی با یک در واقع تواضع این فرهنگ ایران شهری رو در پندار و کردار و گفتارشون ارائه بدن که جامعه رو جذب بکنه به خودش و یک الگوی فرهنگی برای این جامعه بعد از سده ها، بعد از در واقع هجوم اعراب به ایران، این الگو رو دوباره بشناسونه و جا بندازه به عنوان یک فرهنگ ایرانی با اصالت ایرانی، میان حرکات و رفتاری رو از خود نشون میدن، مسائلی رو عنوان میکنن که جامعه رو از خودش دور میکنه. به راستی من ماندم، ما مانده ایم که اینها برای اشاعه فرهنگ ایران شهری کار میکنن یا بر علیه فرهنگ ایران شهری قدم برمیدارن و کار میکنن. بنابراین در جامعه امروز با توجه به رشد آگاهی مردمان امروز و قوانین و مسائل دیگه، ما نیازی به ترویج دین در جامعه نداریم. تجربهشو کردیم، به اندازه کافی پس دادیم. اما اگر صحبت از فرهنگ ایران شهری میکنیم، بدین معنی نیست که فرهنگ ایران شهری فقط زرتشت بزرگ بوده باشه. شهریاران بسیاری بودن، دانشمندان بزرگی بودن، حتی زرتشت بزرگ، هم دست پرورده جامعه ای هست که به یک تکاملی رسیده، از نظر اندیشه، که ازش زرتشت بزرگی بیرون میاد، که میاد فلسفه‌ای رو پایگذاری میکنه به نام دوالیسم، در واقع همون خوب و بد، نیکی و اهریمنی. این فلسفه، این پایگذار فلسفه خوب و بد، زرتشت بزرگ هستش که در جوامع جهانی به عنوان دوالیسم معروف هست. پایگذاری میکنه، سخنی رو عنوان میکنه، اندیشه‌ای رو ارائه میده که در زمان خودش بس شگفتا داشته و حتی امروز روز قرن 21 هم این اندیشه رو و این واقعیت فلسفی رو ما احساس میکنیم و میتونیم ازش آموزه هایی داشته باشه، میتونیم ازش استفاده هایی بکنیم. بنابراین زمانی که ما در جنبش صحبت از فرهنگ ایران شهری میکنیم و اون سپایه مهم فرهنگ ایران شهری، زرتشت بزرگ و کوروش بزرگ و فردوسی بزرگ، زمانی که ما صحبت از سخن از زرتشت بزرگ به میان میآوریم، سخن از مهر زرتشت، سخن از اندیشه نیکش هست، سخن از سپندان نیکش هست. هیچ کاری با دینداری و متافیزیکش نداریم. این مسائل بسیار بسیار شخصی هست. اگر کسی دوست داره میتواند خودش برود بخواند، آگاهی پیدا بکند، و من مطمئن هستم که معبدان خوشنام و نیکنامی هستند که این آموزه ها رو در اختیار اون افراد بذارن. ببینید، بنابراین پس به اینجا رسیدیم که در آینده ایران
هیچ حکومتی، هیچ نوع حکومتی نمیتواند و نباید و حتی مردم نباید اجازه بدهند که از دینی سخن بگویند و یا از دینی حمایت بکند و یا دینی را ترویج بکند. به این نکته حساس خوب توجه کنید، حتی اون دین دین ایرانی باشد. اما آموزه‌های اخلاقی رو بزرگان فلسفه، بزرگان دانش، بزرگان اجتماع میتونن در بین جامعه ترویجش بدن به عنوان یک فرهنگ ایرانی، یک الگوی فرهنگ ایرانی. این موضوع حساسی هست که وظیفه تک تک ما هست که به اون توجه بکنیم تا بتوانیم در میان این سردرگمی، در میان این هیاهوی و جنجال‌های مختلف رسانه‌ای، چه در درون مرز و چه در برون مرز، سره را از ناسره تشخیص بدیم. این نکته بسیار بسیار مهمی هست. صحبت ما صحبت فرهنگ ایران شهری هست و ترویج فرهنگ ایران شهری، و اینکه زمانی که جنبش رنسانس ایرانی سخن از فرهنگ ایران شهری میکنه منظورش چه هستش. در ویدیوی نخست یه سری مسائل رو عنوان کردم، در این ویدیو هم عده‌ای از هممیهنان تازه وارد در واقع این پخش مستقیم رو میبینن، حتما بازپخش این برنامه رو مشاهده بکنید. در واقع پاسخ شما، من دارم میبینم کامنت میذارید شما هممیهنان، این پاسخ‌ها داده شده و ما اصلا کاری با دین نداریم. کار یک حکمران، کار یک کشوردار به دین ارتباطی نداره، به دانش ارتباط داره. صحبت از دانش باید کرد، صحبت از قوانین و قانون باید کرد، آن هم قوانین ها و قوانین روز با استانداردهای روز اجتماعی، و حتی بهبود بخشید این قوانین رو. اگر ما مدعی هستیم که زمانی ترویج یک تمدنی رو داشتیم، امروز هم باید به اون سطح آگاهی و دانش برسیم، به اون قدرت اندیشه برسیم که بتونیم از خودمون نوآوری داشته باشیم حتی در قوانین روز. چرا که نه قوانین رو پایه‌گذاری کنیم که فردا روزی شاید غرب بیا دنبال این قوانین، نگاه کنه بگه به چقدر چه قانون زیبایی، چه احساس خوبی داره. این مسئله بسیار مهم هست، بسیار اساسی هست و ما میتوانیم به این پاره برسیم. اندیشه‌شو داریم، قدرت اندیشه‌شو داریم، ریشه و پایه‌های اون اندیشه‌ای رو داریم، اما باید بخوایم، باید واقع‌بین باشیم، باید نگاهمون رو باز بکنیم تا بتوانیم به اون جایگاه برسیم. حال بنابراین اگر ما در جنبش رنسانس ایرانی صحبت از اندیشه ایران شهری میکنیم و یکی از اون مشخصه های اون فرهنگ ایران شهری، یکی از ستونهاش زرتشت بزرگ هست، ما از اخلاق و منش زرتشت بزرگ استفاده میکنیم، نه از اون حس دینداری یا متافیزیک. اون ماورا و طبیعه شما کاری نداریم، اون مسئله بسیار شخصی هستش. اگر به این اندیشه برسیم قدم برمیداریم، اندیشه سازی میکنیم، ترویج اندیشه مثبت میکنیم. حال کاری که ما در جنبش رنسانس ایرانی انجام میدیم، یکی از کارهایی که انجام میدیم این هستش که
بیایم برای فردا روز ایران پس از آزادی، پس از گذر از سد جمهوری اشغالگر اسلامی که به راستی کشور ما اشغال کرده، ما در اشغال هستیم، همون کاری که اعراب در 1400 سال پیش انجام دادن. جهیزیه هم که داریم پرداخت میکنیم اون منافع ملی ما هست. اگر میدزدند میبرند، برای اونها در ذهن اونها بر مبنای اون تفکر اسلامیشون دارن جهیزیه میگیرن از کشور، کشور رو اشغال کردن و دارن اون جهیزیه رو میگیرن، بنابراین برای خودشون به قول خودشون خیلی هم حلال هست. ببینید اینا نکات مهم و ظریفی هست که باید بهش توجه کنیم. برای همین عنوان کردم که مملکت ما در اشغال هست، کشور ما در اشغال هست، مردم ما برده شدن، اسارت در اومدن. به این مسائل باید بسیار توجه کرد. حال داشتم میگفتم کاری که ما در جنبش رنسانس ایرانی انجام میدیم همیهن گرامی، ببینید صحبت سر این هستش که ما زمانی که صحبت از اندیشه ایران شهری میکنیم چه هست. من امیدوار هستم که بازپخش این برنامه رو ببینید. در اون نخستین دقایق صحبت‌های عنوان شد و اینکه اگر باز پرسشی داشتید عنوان کنید، من پاسخگوش هستم و یا در نظر میگیریم برای برنامه بعدی به اون پرسش ها پاسخ خواهیم داد. مشخصا باید این مسائل روشن بشه، مشخصا باید روی این مسائل صحبت بشه، تاریخ رو شناساند، اون ارزش ها رو شناساند. اگر ما بخوایم الگویی رو بسازیم و در اختیار جامعه قرار بدیم، مشخصا روی مسائل صحبت میشه، بحث خواهد شد و خیلی ها دارن صحبتشو میکنن. ببینید مسائل تاریخی رو شما برای مثال هومر آبرامیان سالهاست روی این مسئله داره تلاش میکنه، یک پژوهشگر هم هستش و این مسائل رو عنوان میکنه و همکاری که ما با اون در واقع فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ داریم، در واقع اون مسائل تاریخی اندیشه ایران شهری رو با اون فرهنگستان و با این پژوهشگران و اندیشمندان و تاریخ شناسان تبادل نظر میکنیم. اما کاری که ما در جنبش انجام میدیم این هستش که اینها رو به روز در میاریم، به روز در میاریم که هم شایسته دانش و استانداردهای روز و جهانی باشه و همین که انسان امروز با توجه به آگاهی که به دست آورده، با شرایطی که وجود داره، شرایط پیشرفت دانش و تکنولوژی و و و و پذیرای اون اندیشه باشه، پذیرای اون الگو باشه. و این الگو رو ما باید با مهربانی ارائه بدیم به جامعه، نه با دعوا و توپ و تشر. ببینید برای همین عنوان کردم که اگر کسی اشاعه فرهنگ ایران شهری میکنه و اون رو با یک خشم و یا با یک حالت هنگامه یا یک حالت همون خشم رو استفاده میکنم ارائه میده، خب این جامعه رو دور میکنه از اون الگوی فرهنگی به جایی که جذبش بکنه. این مسائل رو باید توجه بکنیم که بتونیم همون جوری که عرض کردم سره را ناسره تشخیص بدیم که ببینیم در این هیاهویی که وجود داره چه کسانی به درستی دارای اون پندار و
کردار و گفتار نیک هستن. اگر مدعیش هستیم، اگر میخواییم ترویجش بکنیم. یک سری مسائل هم وجود داره تا این در واقع امروز خوشبختانه با توجه به این شرایط پیشرفت تکنولوژی، داده ها، ارتباطات، ما میتونیم این مسائل رو به درون مرز بفرستیم. فقط توقع نداشته باشید که یک گروه یا یک شخص این کار رو بکنه. هر کدوم از ماها ترویج کننده راوی فرهنگ ایران شهری باید باشیم. این وظیفه تک تک ما هست که این کار رو انجام بدیم. برای مثال ما در جنبش رنسانس ایرانی یا در فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ میایم این مباحث رو عنوان میکنیم، اونجا مباحث عنوان میشه، ما در اینجا به روز درش میاریم، اینها رو روی تارنمامون میذاریم، روی برگه فیسبوکیمون میذاریم، یک سری مسائل تاریخی رو خود فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ به وسیله رسانه هاش بیرون میده. خب این وظیفه تک تک من و شماست که بیایم اینو پخش بکنیم و در حوزه خودمون، اطراف خودمون، اطرافیانمون رو آگاه بکنیم. تمام ما، تک تک ما سفیران این آگاهی باید باشیم. یک جامعه شکوفا، یک جامعه آگاه احساس مسئولیت میکنه نسبت به خودش، جامعهش و اطرافیانش و بر مبنای این احساس مسئولیت قدم برمیداره، انجام میده. فقط در فکر خودش اینو نمیپرورونه که فقط فکر کنه، لحظه ای بیاد جایی سخنی بگه، خودش رو آروم کنه، بعدم فراموش بکنه. نه، یک جامعه پیشرفته تمام اعضای اون جامعه مسئول پیشرفتش هستن و یک جامعه برشکسته تمام اعضای اون جامعه مسئول برشکستگیش هستن. این مسئله خیلی مهم هستش. بنابراین ترویج این مسئله هم در واقع وظیفه تک تک ماها هستش، در هر جایگاهی که هستیم و در هر کجا که هستیم. به وسیله همین در واقع این وسایل ارتباطی که وجود داره. این پاسخی بود به اون هم‌میهن که اشاره داشتن که خب در درون ایران. حالا اینو میخواستم بگم، بریم سر اون بحث اصلیمو که بسیار حائز اهمیت هستش و من امیدوار هستم که سریع اینو انجام تموم بکنم، به دلیل اینکه نمیخوام یک ساعت و نیم بیشتر بشه این ویدیو، که اتفاقا به دلیل اینکه به داخل ایران ارسال میشه این ویدیوها، هم‌میهنان داخل ایران هم بتونن به راحتی از این مباحث استفاده بکنن، این ویدیوها رو در واقع نگاه بکنن. روی کانال تلگرامی ما در گذاشته میشه این ویدیوها، پست های ما، و از اونجا میتونید پخش بکنید. حالا امیدوار هستیم زمانی ما بتونیم از این بنبستی که درش گرفتار هستیم رهایی پیدا بکنیم و اون هم با گذر از جمهوری اشغالگر اسلامی به وجود میاد و در آینده حکومت ملی که امیدوار هستیم ایرانگرا و میهن دوست باشن در رأس کار قرار میگیرن، این مسائل فرهنگی رو بهش توجه کنن، مطمئنن بهش توجه خواهن کرد و رشد دیگری پیدا خواهد کرد. در حال حاضر ما در یک شرایط اضطراری هستیم که در این شرایط اضطراری همین در واقع پایه های اصلی و نخست رو جامعه باید بیاموزه تا بتونه توانمند بشه. زمانی که جامعه توانمند بشه، به یک اندیشه و آگاهی برسه، درست میتونه تشخیص بده، سر رو از ناصر تشخیص بده، دنبال هر کسی راه نیفته. ببینید این مسائل خیلی مهم هستش. تا زمانی که حالا به اون یک حکومت ملی آزادی خواه درستی ایران دست پیدا بکنه و مسائل فرهنگی مشخصا تغییر متفاوت خواهد بود، بسیار متفاوت خواهد بود.
حالا بنابراین زرتشت بزرگ پیامبر ایرانی و یا آموزگار ایرانی، ما میاییم این مسائل نیکش رو ازش استفاده میکنیم، کاری با در واقع متافیزیکش نداریم. هر کسی رو هر کیم دوست داشت به طور شخصی میتونه این کار رو انجام بده. اگر کسی به شما بگه که باید در آینده ایران برای مثال دین در کنار دولت قرار بگیره، این نمیتونه صحبت درستی باشه و میتونه بسیار خطرناک باشه. بنابراین وظیفه تک تک ما هست که به این مسائل توجه بکنیم. اگر شخصی این سخن رو عنوان میکنه یا اشخاصی این سخنها رو عنوان میکنن، بدانیم که ممکن است نیرنگ هایی در کار باشد. ببینید ممکنم هست نباشد، اما با توجه به تجربیاتی که در صده ها و هزاره های گذشته داشتیم میتواند باشد. حالا اون رو میذاریم به دست تاریخ و زمان، اما حواسمون هست که اگر چنین شرایطی به وجود بیاد در مقابلش عکس العمل منطقی و درست نشون بدیم. موضوع بعدی این هستش که حالا ما در فردا روز ایران، در فردا روز ایران مشخصا نیاز به قوانین روز اجتماعی داریم. در واقع قانون اساسی میبایست درست بشه، نوشته بشه، که هم اگر ما در جنبش رنسانس ایرانی اشاعه فرهنگی داریم میکنیم، فرهنگ ایران شهری، در قوانین اجتماعی هم باید این فرهنگ نمو داشته باشه، خودشو نشون بده، اما به روز در اومده باشه، با استانداردهای امروزی، جوامع آزاد امروزی همخوانی داشته باشه. ما نمیتونیم امروز بگیم که برای مثال، من نام نمیبرم، برای مثال فلان شهریار بزرگ ایران زمین فلان کارو کرد و فلان حرکتو انجام داد، ما بیایم امروزم اون کارو بکنیم. خب نمیشه، اشتباهه. اون اگر کرد برای زمان خودش کرد و در زمان خودش پاسخ مثبت هم گرفت، اما ما نمیتونیم همون حرکت رو، همون کار رو بیایم امروز انجام بدیم، برای اینکه با استانداردهای امروز ما همخوانی نداره، با اندیشه انسان امروزی هم خوانی نداره. این همون در واقع مسئله‌ای میتونه باشه که به جای اینکه جامعه رو جذب این فرهنگ بکنه، کاری میکنه که این جامعه از این فرهنگ فراری بشه. این در واقع برای ما یک زنگ خطر هست و باید به این مسئله توجه داشته باشیم. آیا ما داریم جامعه رو جذب میکنیم یا داریم جامعه رو دفع میکنیم از این اندیشه؟ بنابراین پیشنهادها و سخنهایی که بیان میشه، عنوان میشه، باید به گونه‌ای باشه که با اندیشه امروز همخوانی داشته باشه تا بتونه جامعه رو جذب این الگوی فرهنگی که ما نامش رو فرهنگ ایران شهری میگذاریم بشه، بیاد به سمتش. این نبرد اندیشه رو ما میتوانیم پیروز بشیم، میتونیم ازش سرفراز بیرون بیاییم اگر درست عمل بکنیم. حالا داشتم میگفتم که اگر فردا روزی حکومت ملی و ایران دوستی بیاد به سر کار، مشخصا یکی از کارهای مهم قانون اساسی هستش.
اگر ما صحبت فرهنگ ایران شهری میکنیم، الگوی فرهنگ ایرانی و اندیشه ایرانی میخوایم، باید بتونیم قانون اساسی خودمون رو به گونه ای بنویسیم که اون الگوهای فرهنگی، اون منش و اخلاق فرهنگی ایران شهری درش مشخص باشه، اون آزاد منشی ایرانی درش مشخص و نمایان باشه. یک میهن دوست، شخصی که میخواد به میهنش خدمت بکنه، میهنش رو بسازه، مردمش رو در رفاه و آزادی قرار بده و کشور رو به سطحی برسونه در جامعه جهانی که هم قابل احترام باشه برای کشورهای دیگه و هم قدرتمند باشه برای کشورهای دیگه، باید بتونه این فرهنگ ایران شهری رو در قانون اساسی به گونه ای جا بده که با استانداردهای روز و اندیشه انسان امروزی همخوانی داشته باشه. این مسئله مهمی هستش که حال زمانش که فرا رسید مباحث آن انجام خواهد شد. ما در جنبش رنسانس ایرانی چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ چه کارهایی انجام دادیم؟ چه پیشنهادی دادیم؟ چه پیشنهادهایی دادیم؟ چه پیشنهادهایی میتونیم بدیم؟ مسئله ای رو که ما عنوان کردیم به صورت یک مشخصه کلی، حالها مطمئنن مسائل در واقع خرد هم در این ادامه این مباحث به وجود خواهد اومد که به روی هر کدوم از اونها بحث و گفتگو خواهد شد و به نتیجه خواهد رسید. من اگر مکس میکنم به دلیل اینکه خب کامنت ها هم سعی میکنم بخونم که اگر مسئله خاصی بود بتونم پاسخگو باشم. ما در جنبش رنسانس ایرانی عنوان کردیم، پیشنهاد دادیم برای اینکه یک بار برای همیشه در طول سده های گذشته خصوصا از دست اندیشه های وارداتی رهایی پیدا کنیم، به دلیل اینکه ما بر این باور هستیم که یکی از بزرگترین مشکلاتی که در کشور ما در این سده های گذشته وجود داشته اندیشه وارداتی هستش، خصوصا که استعمار از راه اندیشه وارد میشه. استعمار خودشو، قدرت تسلط خودشو از راه اندیشه وارد میکنه و سعی میکنه اون جامعه رو، اون رکنهای اصلی جامعه رو به دست بگیره به وسیله این اندیشه، که خب مشخصا قانونگذاری ها میره بر مبنای اون اندیشه پایه‌گذاری میشه، اجرایی ها میاد در بر مبنای اون اندیشه اجرا میشه. ببینید این نکته بسیار بسیار مهمی هست که باید بهش توجه کنیم. اندیشه وارداتی یعنی این. و خب حالا من نام نمیبرم، مشخصا خودتون میدونید چه اندیشه هایی در ایران وارداتی هست، چه اندیشه های اندیشه در واقع اصیل ایرانی و بر پایه های فرهنگ ایران شهری هست. ما پیشنهادی که دادیم، کاری که داریم انجام میدیم این هستش که اگر ما فردا روزی بخواهیم قانون اساسی داشته باشیم که بر پایه اون فرهنگ اندیشه ایران شهری باشه، میایم زیربنای اون اندیشه رو، زیربنای اون قانون رو بر مبنای همون سپندان نیک که پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک باشه و شاخصه های شهریاری که با استاندارد امروز، اندیشه امروز، قوانین امروز همخوانی داره، اونو به عنوان زیرپایه و بنیاد اندیشه قرار میدیم
و بنای سیاسی خودمونو که همون قانون اساسی هست، اون بنای سیاسی رو میای با دانش روز، با دانش روز میسازیمش. ببینید بسیار حساس هستش این مسئله. ما نمیایم همون در واقع حرکتی که در تاریخ انجام شده، برای مثال که یک شهریار بزرگ و ایران سازی این کار رو کرده که در اون زمان مؤثر بوده، بیایم همونو در امروز اجرا نخواهم. پوزش میخوام، گمان میکنم یک قطعی به وجود اومدش. داشتم میگفتم که ما نمیایم حرکتی رو که زمانی شهریار بزرگ و ایران سازی در هزارهای گذشته انجام داده که در زمان خودش پاسخ مثبت داده، بیایم عین اون حرکت و اون گفته و یا اون حالت رو امروز اجرا بکنیم و جامعه رو مجبور بکنیم که اون باید عمل بشه چون شهریار ما گفته. خیر، اگر بتونیم اون حالت و حرکت رو به روز در بیاریم که با دانش روز همراهی داشته باشه و جامعه قرن 21 ما، آگاهی جامعه ما هم در سطح داخلی و هم در سطح جهانی پذیراش باشه، خب چه بهتر. اگر نه، اون حالت و یا اون گفتار و یا اون احساس ما باید به روز درش بیاریم. بنابراین پایه اندیشه‌ای ایرانی هست بر مبنای فرهنگ ایران شهری، اما به روز شده است. این مسئله بسیار حساس و مهمه که باید بهش توجه کنیم که کسی نتونه فریبمون بده به خاطر حالا هر چیزی. اگر کوروش بزرگ اومد منشوره نخستین منشور حقوق بشر رو نوشت و در بابل با اون مردمان چنین رفتار کرد که به عنوان نخستین منشور حقوق بشر امروز هم دانشمندا، هم تاریخ دانان، هم در واقع سیاستمداران اونو میشناسن در سطح جهانی، خب ما که نمیتونیم که اون اتفاقی که در بابل افتاده یا اینکه اون مسائلی که در اون زمان وجود داشته رو بیایم امروز انجامش بدیم، خب اصلا امکان پذیر نیست. اما اون حس درونی اون منشور که بعدها به منشور حقوق بشر جهانی هم در واقع مبدل گشت، همین حقوق بشر امروزی که صحبتشو میکنیم، ما منشور جهانی حقوق بشر، میایید اون رو بر مبنای مسائل و نیازهای روز به روز درش میاریم و اجراش میکنیم در قانون اساسیمون. ببینید من گمان میکنم که اولین جامعه لایک جهان کوروش بزرگ پایگذاری کرد، زمانی که گفت ادیان آزاد هستن، برید برای خودتون معابدتون رو بسازید دنبال کار خودتون، اما دور و بر حکمران ها پیداتون نشه. این همون جدایی دین از حکومت هستش. ببینید و این پایگذار اولین، نخستین، اون چیزی که ما امروز به عنوان لایسیته و یا برخی سکولاریست عنوان میکنن، این رو ما در اندیشه ایرانی خودمون داریم. ما نیاز نداره بریم از اندیشه وارداتی استفاده بکنیم. ببینید
این مسائل هست که باید توجه بهش بشه. ما چنین میتونیم یک اندیشه ایرانی بسازیم که به روز در اومده باشه، با اندیشه انسانهای امروزی همخوان باشه، که جامعه ما رو به جایی برسونه که از اندیشه و فرهنگ ایران شهری استقبال بکنم. نه اینکه تا صحبت فرهنگ ایران شهری میشه برچسبای مختلف بزنن به ما، کوروش پرست و نمیدونم ایکس پرست و ایگریت پرست. ببینید، این اون در واقع شوربختی هست یا اون نگونبختی هستش که میتونه سر ما بیفته. ما امروز در یک نبرد اندیشه هستیم، اینو توجه داشته باشی. این نبرد اندیشه رو ما میتونیم با هوشمندی پیروز بشیم، نه با دعوا، نه با داد و بیداد، نه با جنجال. اگر به راستی ما به همون گفتار زرتشت بزرگ باورمند هستیم، به همون سپندان نیکش باورمند هستیم، بنابراین اینها مثال هایی بود که من برای شما زدم. دقت کنید به صحبت های من، مثال بود. و بعد از تمام این سخنان به شما گفتم که میبایست به روز در بیان که با آگاهی و دانش بشر امروز همخوانی داشته باشه. ما میتونیم یک سری زیرپایه ها رو به دست بیاریم، اما ساختارش رو باید فکرمون رو به کار بندازیم و بهترین رو ارائه بدیم با دانشی که داریم. بسیار مهم هست این موضوع. حالا بنابراین براتون توضیح دادم که در جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی، اگر ما سخن از فرهنگ ایران شهری میکنیم، از چه سخن میگوییم و نگاه ما نسبت به فرهنگ ایران شهری چه هست و در آینده اون فرهنگ ایران شهری رو به چه گونه باید در جامعه امروزی در واقع نقشش رو ایجاب بکنیم. حالا از زرتشت بزرگ براتون گفتم، از کوروش بزرگ براتون گفتم، نشانه های در واقع همون فرهنگ ایران شهری. من پوزش میخوام، اگر صدا قطع و وصل میشه نمیدونم، سیستم به من نشون میده که همه چی مناسب هست. میدونم یک قطعی به وجود اومدش، حالا ممکنه که شما اگه اونو در واقع تازه کنید صفحتونو شاید این حل بشه. و اینکه در واقع این فرهنگ ایران شهری رو چگونه برای امروز میتونیم ازش استفاده بکنیم، از این اندیشه ارزشمند ایرانی که همونطوری که گفتم یک بار برای همیشه دست اندیشه های وارداتی رو از سرزمینمون قطع بکنیم. خودکفایی اندیشه بسیار مهم هستش برای ادامه راه جامعه، برای اینکه جامعه بتونه از پستی بلندی های روزگارش بگذره، بتونه بسازه، بتونه قدرتمند بشه، با شایستگی، با دانش، با مهربانی، نه با دعوا. نیاز به این اندیشه داره، نیاز به یک ساختار اندیشه ایرانی داره. پایه بعدی اندیشه فرهنگ ایران شهری، زرتشت بزرگ رو برای شما مثال زدم، کوروش بزرگ رو مثال زدم، فردوسی بزرگه. که خب حالا ما
فردوسی بزرگ چطوری میتونیم اندیشه فرهنگ ایران شهری رو، فرهنگ ایران شهری رو، اندیشه شو بروز بکنیم تا زیر ساخت های در واقع الگوی جامعه ما رو تشکیل بده و درست بکنه. من گمان میکنم به نام خداوند جان و خرد همین یه مصرع کافیه. جان و خرد که میتونه خودش اون ساختار مستحکم اندیشه ایران شهری رو در یک نظم نوین برای جامعه ایران به همراه بیاره. البته مسائل دیگه ای هم وجود داره که من فردوسی شناس نیستم، تا اون حدی که میدونم برای شما در واقع توضیحات کاملی رو دادم که بتونیم در واقع اون استراتژی، اون طرح اجرایی فرهنگ ایران شهری رو برای اون ساختار نوین ایرانمون اجرا بکنیم. و به دلیل اینکه این مبحث، مبحث نوینی هست در جامعه امروز، ترویجش نوین هستش، این مباحث صده ها هزار ها بر اندیشمندان بزرگی بودن که روش صحبت کردن، امروز این داره میاد در درون جامعه، میاد توی اون کوچه باغ های جامعه، میاد توی اون خیابون های شهرها و کوچه های روستاهامون این مباحث. برای همین گفتم که این مبحث نوین هست در جامعه ما. این مسائل رو عنوان کردیم که فریب دین فروشی فرهنگ ایران شهری رو نخورید، بهراسید از کسی که، از شخصی که در این راستا دین فروشی میکنه. به راستی به هراسید. دین یک مقوله شخصی هست و به یک شخص ارتباط داره. اگر کسی دین ایرانی رو دوست داره، گفتم موبدان بزرگ و خوشنام و نیکنامی هستن که میتونن به اونا مراجعه بکنن و مسائل دینی رو آموزش بدن. اما من، امثال من به عنوان فعال سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی، اجازه نداریم در یک جامعه آزاد، اگر ما به آزادی بیان سیاسی و به آزادی فردای جامعه ایران و به جدایی نهاد دین از نهاد حکومت باورمند هستیم، اصلا حق ترویج و پخش این صحبت رو نداریم. کاره ای نیستیم. هر شخصی میتونه خودش انتخاب بکنه. اگر این کارو کردیم، بنابراین نظری داریم، استفاده ای داره برامون یه جا. چه استفاده ای میتونه داشته باشه دین فروشی به گمان شما چه استفاده ای میتونه داشته باشه؟ ببینید، دین فروشی به وسیله انسانهای سیاسی اجتماعی دارم عرض میکنم، اگر نه کسی که کارش در واقع دانش دین و خرد دین هستش، خصوصا دین ایرانی، دین زرتشت، خب این مشخصه، جایگاهش مشخصه، جاش مشخصه، اشخاصش مشخص هستن، میتونن برن این کار رو انجام بدن. ولی کسی که مدعی سیاست هست، اگر چنین سخن بگوید، این همان دین فروشی هست که سیاست مداران صده ها به ما فروختن و نتایجش رو میبینیم. بنابراین حواسمون به این مسائل باشه. این نکاتی هستش که ما میتونیم در واقع تشخیص بدیم که چه اشخاصی درست میگن و چه اشخاصی نادرست میگن و چه اشخاصی در پی چنین سخنی
چه اهدافی میتونن داشته باشن. حالا بنابراین یک جنبندی بکنم که این زمان این ویدیو هم نمیخوام بیشتر از یک ساعت، یک ساعت خوردهی بشه، که در تلگرام بتونن همیهنان پخشش بکنن. همطوری که گفتم پخش مستقیم نخست بسیار ازش استقبال شد و این ادامه اون پخش هست، پخش مستقیم ها هست. ما تلاش میکنیم که هر هفته یک پخش مستقیم داشته باشیم، اندیشه هامون رو با شما مطرح بکنیم. زمانی که صحبت از جنبش رنسانس ایرانی فرزندان فردوسی میکنیم، چه هست، چه هدفی داره، چه کاری میخواد انجام بده، به کجا میخواد برسه، چه چیزی رو ترویج میکنه، دنبال چه چیزی هست. این برنامه ها ادامه خواهد داشت، خصوصا در خصوص نافرمانی های مدنی و مبارزات بدون خشونت، که استراتژی و طرح راهبردی اصلی جنبش رنسانس ایرانی هست که بر پایه جشن های ملی برگزار شده، که من در ویدیو قبلی به شما گفتم اون کتاب انقلاب نوروز رو معرفی کردم، نویسندش امیر فصیحی، و اینکه در واقع ایشون خودشون میان و این کتاب رو فصل فصل برای شما توضیح میدن. گفتم که خب میگیم نافرمانی مدنی، ولی یعنی چی؟ چیکارش باید بکنیم؟ نافرمانی مدنی رو باید خوردش، باید پوشیدش، چیکار باید کرد؟ ببینید اصلا چه کاری باید انجام بدیم که نشانگر نافرمانی مدنی هست. این خیلی مهمه که اونجا جشن‌ها رو پیشنهاد داده امیر فصیحی، برای این برنامه رو هر هفته براتون قرار شده انجام بده خودش به صورت مستقیم، با همین پخش مستقیم، که شما میتونید با این اندیشه هم آشنا بشید، اونو در جامعه رشد بدید، ترویجش بکنید، که ما باور داریم که راه نجات ما از این راه میگذره. ما نمیتونیم با یک سیستمی که تا به دندان مسلح هست، خشن هست و ثروت‌های منافع ملی رو هم غارت میکنه، ثروت داره، برخی از کشورها هم ازش حمایت میکنن، کشورهای جهانی، شما نمیتونی با این سیستم بری در دعوا بکنی. قدرتش خب بیشتره، شما رو سرکوب میکنه. در مقابل یک سیستم خشن استراتژی هایی وجود داره که شما به وسیله اون استراتژی ها میتونید در مقابل چنین نظام های حکومت هایی بیستید و اونها رو بر بیاندازید. این مسائل خیلی مهم هستش. هدف ما براندازی در واقع جمهوری اشغالگر اسلامی هست در ایران، و ما اون آزادی و رفاه رو برای خودمون، کشورمون و مردممون میخوایم. اما یک تغییر با نگاه باز، با یک دانش، نتیجه بهتری خواهد داشت که تغییر با نگاه بسته و بدون دانش. و یک مبارزه هوشمندانه مشخصا پاسخ مناسب خواهد داد، که مبارزه‌ای که با چشمان بسته در یک کوره راهی باشه که نتونیم جلومون ببینیم چه میگذره. بنابراین این مباحثی هستش که ما میخواییم با شما هممیهنانمون در میون بذاریم، روش بیاندیشید، قدم بردارید. مسئله‌ای رو براتون ابهام بود، برید دنبالش، جستجو بکنید. امروز ما در زمانه زندگی میکنیم که از روی اینترنت میتونید خیلی مسائل رو به دست بیارید، هرچند که مراقبه اون در واقع تله های اینترنتی هم باشید. میتونید از ما بپرسید، پرسشی داشتید حتما بنویسید زیر همین ویدیویی که تا چند لحظه دیگه به صورت ویدیوی MP4 در میاد، پخشش بکنید که در واقع سطح بیشتری از جامعه با این اندیشه ها آگاه بشن. این خیلی مهم هست، وظیفه تک تک ما هست، که گفتم ما هر کدوم سفیر این اندیشه میتونه باشیم. درود بر شما. ما در حوزه فرهنگ ایران شهری کرد و آذری و لور و ایکس و ایگرگ نداریم، همه این حوزه ایران شهری رو ما ایران میدونیم، ملت بزرگ ایران میدونیم، و دوست داریم که به اون جایگاه شایسته‌ای که باید برسه برسه، اما با یک اندیشه و آگاهی لازم. گمان میکنم که اون مباحثی رو که میبایست با شما عزیزان مطرح کردم. توجه داشته باشید به
سخنانی که میشنوید از جاهای مختلف و اونها رو بررسی بکنید، کنار هم بگذارید. درود بر شما. مطمئن هستم ما هر کدوممون از یک منطقه‌ای هستیم، ولی در نهایت هممون ایرانی هستیم. خدمت شما شود که داشتم میگفتم این بتونید بررسی بکنید تا با یک اندیشه باز با یک سری مسائل بتونید برخورد داشته باشید. این در واقع مختصری بود از اندیشه جنبش رنسانس ایرانی که در روی مباحث فرهنگ ایران شهری که چی میخواد، چه اندیشه‌ای داره برای جامعه، برای سیاست و برای فرهنگ و همچنین برای گذر از این رژیم ددمنش ضحاک مابانه. بسیار نیکو. اگر پرسش خاصی هستش در زیر همین ویدیو، دوستانی که به صورت مستقیم دارن ما رو دنبال میکنن میتونید بپرسید، اگر در توان من باشه بهش پاسخ میدم، اگر نه در واقع میگم به اشخاصی که بتونن پاسخگو باشن، اگر نه که خب من برنامه رو همینجا به پایان میرسونم. براتون آرزوی موفقیت دارم. شاد باشید، شاد. جشن‌های ملی رو به درستی و راستی برگزار کنید، جدی بگیرید این مسئله رو. ما با شادی میتونیم به نبرد با تحجر و غم برویم. این موضوع رو بهش توجه داشته باشید و اینکه جشن‌های ملیمون رو برگزار کنید. این جشن‌های ملی محور همبستگی بین ملت بزرگ ایران هست، از تاجیکستان تا عراق امروزی، از شمال آران تا جنوب. این محورها رو ما باید رشدش بدیم، حفظ بکنیم و به امید روزی که بتونیم ملت بزرگ ایران با یک همبستگی بر پایه این محورهای فرهنگی به اون جایگاه شایسته‌ای که داریم برسیم و بتونیم ملتی شاد به مانند نیاکانمان در این دنیای امروزی داشته باشیم و کشوری قدرتمند با توجه به احترام متقابل برای همه جهانیان بسازیم. بنابراین شاد باشید، ما پیروز خواهیم بود. به راستی و درستی ما پیروز خواهیم بود. سی مرغ ایران زمین از خاکستر خود برخاسته است. این سی مرغ ما هستیم، من هستم، تو هستی، شما هستید، ایشان هستند. همه ما سفیران نیکی باشیم، سفیران اندیشه نیک، کردار نیک و گفتار نیک. من به شما بدرود میگم. پاینده ایران آزاد. تا دیدار بعد.